سلام چند روز پیش ویدیوی افتر لایف منطقه مل رکسس منتشر شد و حتما تا حالا دیدین تو این ویدیو ما با دراکا و داستان اون آشنا میشیم و با اون همراه میشیم. دراکا مادر گوئل یا همون ترال خودمونه که بعدا شد وارچیف هردو و باقی ماجرا دراکا عضوی از, از قبیله فراس ولف بوده تو زندگیش و تو اکسپنشن درینور تو همین منطقه میبینیمش و همراهش یه سری کوست انجام میدیم ولی توی درینور داستانش بیش از این ادامه پیدا نمیکنه. توی جریان ماجراهای کتاب بیاند دارک پورتال خود دراکات توسط نیروهای شادو کانسیل که توسط گولن رهبری شدن به قتل میرسه و پس از مرگش هم توسط آربیتر به مالدراکسس فرستاده میشه. مالدراکسس همون جوری که قبلا توی ویدیوی خودش هم گفتیم محل زندگی پس از مرگ کساییه که تو زندگی همیشه به دنبال قدرت بودن و نه فقط جنگجوها مثلا لیدی وحشی جنگجو نبوده ولی در پی قدرت بوده به کوین آشارا خدمت میکرده و توی ملدر میبینیمش توی ملدر 5 پنگ دست زیر نظر پرایمس خدمت میکنن. و حالا که به تازگی پرایمس گم شده به دنبال به دست آوردن منطقه سیت آف پرایمس شورش میکنه توی کوست های اولی وقتی وارد میشیم میبینیم سه تا از پنج تا خانواده تشکیل جلسه دادن و توی اون ویدیو میبینیم که مارگریف ها یا همون رئیس های خانه های پنجگانه در حال بحث کردن با هم هستن توی این ماجرا گارمال و سیندین به دنبال قدرت بیشتر و فتح سرزمین های شدولند هستن ولی مارگریف کراکسس با این امر مخالفه توی کوست های منطقه ملرکسس اون دوتا مارگریو دیگه یعنی گارمال و سیندین به هاوس آفت چوزن حمله میکنند و بقیه ماجره ها رو توی اون کوهست ها باید ببینیم خب برگردیم سراغ ادامه ویدیوی خودمون توی این ویدیو دراکا ابتدا به هاوس آف دی آی که تخصصشون جاسوسی وارد میشه و زیر نظر مارگریف آکارک آموزش میبینه مثل لیدی وش لیدی وش هم عضو هاوس آف دی آی خودش توی ویدیو میگه که انتخاب شدنش و پیوستن به یه گروهی که تخصصشون جاسوسیه برای یه شخصی که در گذشته یک جنگجو بوده اتفاق عجیبی بعد از این یک صحنه آشنا رو داریم که پیش از این توی یک از ویدیوهای لیجن دیده بودیمش و اونجا ایلیدان همراه با دمون هانترهاش به منطقه زیر نظر برنینگ لیجن حمله میکنه و اونها رو میکشه توی این نسخه دراکا مخفیانه وارد مقر دمون میشه نقشه های اونا ها رو می دوزده. ولی این شباهت اینجا تموم نمیشه. بعد از اینکه پلیرها سوالات پیاپی توی توییتر از استیو دانوسر، کریستی گلدن و خیلی های دیگه پرسیدند، دانوسر اعلام کرد که بله، دراکا از محل خودش خارج شده و توی شدولند نیست و این اتفاقات توی دنیای دیگه افتاده. یعنی پیش از این موجودات میتونستن از شدولند خارج بشن وارد سرزمین ها و دنیا های دیگه بشن و اتفاقاتی بیفته حالا اینکه این کدوم دنیاه و چیزهای دیگه بیش از این نمیدونیم بعد از این ماجرا دراکاب بالاخره متوجه میشه که این آموزش هاش بی تاثیر نیست و هدفش تو زندگی پس از مرگش رو پیدا میکنه ولی تو ویدیوی قبلی در مورد اوتر دیدیم که اوتر نمیدونست هدفش چیه و نمیتونست به خوبی به شدولند خدمت کنه همچنین برخلاف نظر کریان ها و تمپل آف پیوریتی توی هیچ هیچکی در پی یاد بردن زندگی قبلیش نیست و این یکی نکته های جالبه که حالا شاید در آینده روش مانور بیشتری بدن و ببینیم جریان چیه توی کوست های مل به صورت مختصر میبینیم که هاوس آف پلیکس نابود شده و یکی از پنج خاندان بزرگ ملر اکسس از بین رفته و توی این ویدیو هم آکارک برامون کاملا روشن میکنه که این نابود شدن اتفاقی نیست و دست های پشت پرده وجود داره یکی از جملاتی که آکارک توی این ویدیو میگه و خیلی جالبه اینه که اگر ما تو ملر وظایف خودمون رو به خوبی انجام ندیم این باعث نابودی کل شدولنز میشه حالا اینکه چرا این اتفاق میفته خیلی ماجرای طولانیه و لازم خیلی بیشتر از این صحبت کنیم که وقتش توی این ویدیو نیست توی منطقه مالدراکسس ما به دنبال راهی برای ورود به سیت آف پرایمس هستیم و یه خنجری رو تو کوست های اول پیدا میکنیم که پرایمس برای اون جا به جا گذاشته و چندین بار تقویتش میکنیم و توی یکی از وایس هایی که به تازگی به دست اومده وقتی برای اولین بار وارد سنگتوم نکرولورت ها میشیم پرایمس در مورد جیلر و اتفاقات گذشته برامون صحبت میکنه آکارک دراکا رو به یک ماموریت میفرسته و ازش میخواد یک نامه رو برای مارگریف کرکسس رئیس هاوس آف دی چوزن برسونه توی میونه راه به اونجا به هاوس آف دی آیز حمله میشه و اونجا نابود میشه دراکا هم وسط راه توسط نیروگاه های مارگریف سیندین محاصره میشه و با تلاش میتونه فرار کنه و خودش رو به هاوس چوزن و کرکسس برسونه و نامه رو تحویل میده توی نامه نوشته شده که من یعنی آکارک به تو کلید نجات ملدرکسس رو میدم اول دراکا به یک کلید فیزیکی فکر میکنه و شک میکنه که ممکنه مأموریتش رو به خوبی انجام نداده ولی بعد متوجه میشه که کلید خودشه و خودشه که میتونه مل رکسس رو حفاظت و نگهداری کنه و بعد کراکسس بهش میگه که تا پیش از این دشمنانمون مخفیانه عمل میکردند و به زودی آشکارا با همون وارد جنگ میشن پس باید آماده باشیم و آماده بشیم که باهاشون مقابله کنیم و کل کوهس های هم بعد از این ماجرا اتفاق میافته و اونجا ما همه این صحنه ها رو میبینیم که آخرش هم به هاوس آف چوزن حمله میشه و توی بتا ما یک جا جنازه مارگریو کرکسس رو میبینیم که آیا این دلیل اینه که کرکسس مرده یا نه رو نمیدونیم من خیلی دوست دارم تو آینده آکارگ زنده برگرده و نمرده باشه و همراه با پرایمس وارد بازی بشن و نقش های بیشتری رو ایفا کنن امیدوارم از این ویدیوی ما خوشتون اومده باشه اگر دوست داشتش لایکش کنید ما رو تو صفحه های اجتماعی من تو اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید ممنون از اینکه وقت گذاشتید این ویدیو رو هم دیدید خدا نگهدار شما